سلام، من فراز هستم و اینجا پارسی تیوی. این بار به ماجرای اعتیاد شقایق دهقان و کتک خوردن از همسرش مهراب قاسم خانی میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. شقایق دهقان و مهراب قاسم خانی 17 سال پیش با هم ازدواج کردند و فرزندی به نام نویان دارند. مهراب قاسم خانی همسر سابق مریم گلرو بود و از او فرزندی به نام نیروانا داره. سابقه آشنایی شقایق دهقان با مهراب قاسم خانی به سریال طنز پاورچین که از سریال پربیننده تلویزیون در دهه 80 بود برمیگرده. مهراب قاسم خانی از نویسندگان سریال بود و طراحی صحنه رو هم بر عهده داشت، موضوعی که سبب آشنایی و ازدواج این دو شد. البته شقایق دهقان و مهراب قاسم خانی در فیلم ناگهان درخت به کارگردانی صفیه یزدانیان هم در سال 1397 نقش‌آفرینی کردند که به نظر میرسه با شایعه جدایی اونها این آخرین همکاری اونها در یک فعالیت هنری باشه. این زوج معروف هنرمند در این چند وقت اخیر درگیر حواشی زیادی از جمله شایعه طلاق و اختلافات خانوادگی و همچنین ازدواج مجددشون شدن. دختر مهراب قاسم خانی با انتشار یک پست در اینستاگرام خودش شقایق دهقان رو زنبابا خطاب کرد و شقایق دهقان هم عکسایی بدون حلقه ازدواج خودش رو در فضای مجازی منتشر کرد. اما تا اون موقع این خبر هم در حد یک شایعه بود. این شایعه هم مثل زوجهای سلبریتی دیگه‌ای فقط سعی در جلب توجه مردم داشتن و شاید داستان طلاق این زوج موفق سینمایی واقعی بوده باشه. اما شقایق دهقان بعد از مدت‌ها که با بیماری کرونا دست و پنجه نرم کرد و تنهایی در جاهای مختلفی حضور پیدا کرد، حالا در برنامه تلویزیونی به مجریگری فریدون جیرانی شرکت کرد و ناگفته‌های رابطه خودش و مهراب قاسم‌خانی رو بیان کرد. شقایق دهقان متولد 4 اسفند سال 1357 در گیسن آلمانه. همسر وی مهراب قاسم‌خانی طراح و نویسنده ی تلویزیون بود. ماجرا از تبریک تولد متفاوت نیروانا قاسم‌خانی، دختر مهراب قاسم‌خانی از ازدواج اولش به شقایق دهقان جنجالی شد و باعث واکنش کاربران زیادی در فضای مجازی گردید. مهراب قاسم‌خانی متولد 16 آذر 1350 در تهران، نویسنده و فیلمنامه نویسه. ایشون فارغ التحصیل لیسانس و فوق لیسانس نقاشیه. یک برادر به نام پیمان داره که اون هم نویسنده است و دوبار ازدواج کرده. او مهران مدیری رو به دوره همی آورد اما خودش اخراج شد. او تجربه بازی کوتاهی در فیلم خوب بد جلف رو هم داره. خودش گفته قبل از کنکور دوست داشتم رئیس باغ وحش بشم. اما بعد 3 بار کنکور دامپزشکی که قبول نشدم کنکور هنر دادم چون نقاشیم خوب بود. در دانشگاه همیشه معدل بالای 18-19 داشتم و در کنکور فوق لیسانس نفر 5-6 شدم. اینو جایی نگفته بودم. همین الان هم اگه پیشنهاد بشه نویسندگی رو کنار میذارم و رئیس باغ وحش میشم. به خاطر علاقه‌ای که به سینما داشتم رفتم و دوره فیلمنامه نویسی رو در مرکز اسلامی آموزش فیلمسازی گذروندم. بعد از این دوره بود که نویسندگی برام شکل جدی پیدا کرد. از موفق در این کارهای وی میتوان به سریال ساختمان پزشکان سروش صحت در سال 90 و سریال پژمان در سال 92 اشاره کرد. مهراب و شقایق سر سریال پاورچین با یکدیگر آشنا شدند. فعالیت شقایق دهقان در سریال‌های 90 شبیه مهران مدیری شروع شد. از بازی‌های معروف او ایفای شخصیت خانم شیرزاد در مجموعه تلویزیونی ساختمان پزشکان به کارگردانی سروش صحت در سال 90 بود. شقایق دهقان کارهای هنری را در سن 17 سالگی آغاز کرد. زمانی که برای گذروندن اوقات فراغت در یکی از کلاس‌های عروسک‌گردانی فرهنگسرای امیرکبیر ثبت نام کرده بود. 2 سال بعد همزمان با امتحانات نهایی سال 4 دبیرستان از طرف معلمی که در اون کلاس با اون آشنا شده بود به یک گروه تئاتر عروسکی که برای جشنواره عروسکی آماده می شدن معرفی شد و آغاز به کار کرد.
در پاییز سال 1381 پیشنهاد بازی در مجموعه طنز پاورچین رو پذیرفت و در پی آشنایی با مهراب قاسمخانی، نویسنده و طراح صحنه این مجموعه، زندگی مشترک خودشون با اون آغاز کرد. شقایق دهقان در برنامه فریدون جیرانی در مورد ماجرای طلاقش از مهراب قاسمخانی گفت. اما مهراب قاسمخانی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خودش نسبت به انتشار شایعه جدید در خصوص خود و همسرش واکنش نشون داد. هنوز زمان زیادی از شایعه اعتیاد شقایق دهقان نمیگذره که شایعه جدیدی پیرامون مهراب قاسمخانی و همسرش این روزها در شبکه‌های مجازی خبری دست به دست میچرخه و از تعصب زیاد این فیلمنامه نویس به همسر بازیگرش حکایت داشت که اجازه فعالیت در شبکه‌های مجازی رو به اون نمیداد. به همین منظور مهراب قاسمخانی نویسنده مجموعه ها و فیلم‌های سینمایی همچون باغ مظفر، مرد هزار چهره، شبهای برره، نقطشین و پاورچین با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خودش این شایعه رو دستمایه طنز قرار داد. مهراب قاسمخانی در صفحه اینستاگرام خودش نوشت: پس از کشف اعتیاد بازیگر زن مشهور به نام شین دال به مواد مخدر، برگی دیگر از زوایای تاریک زندگی مشترک وی با فیلمنامه نویس چاق میم قین برملا شد. در این ارتباط میم قین که در ابتدا همه اتهامات رو تکذیب میکرد، بعد از بازجویی‌های فنی گفت آخ. او همچنین افزود که بله، من به عنوان یک مرد ایرانی غیرتمند و متعصب نمیتونستم تحمل کنم که شقایق، ببخشید، شین قین وارد فضای مجازی میشه و به همین خاطر اون رو هر روز سفت کتک میزدم. میم قین اضافه کرد که زنان ایران تحت تأثیر تهاجم فرهنگی، جنگ نرم، تحمیل میلانی و دولت عربستان دچار از راه به در شدگی شدم و از مقامات میخوام که هرچه زودتر جلوی این انحرافات و کنسرت ها رو بگیرن و سرعت اینترنت رو پایین بیارن. او همچنین افزود اعتیاد همسرم به مواد مخدر هم تقصیر اصغر فرهادی، سعید روستایی و سیاه نمایی هایی از این دست بود. ماجرای طلاق شقایق دهخان و مهراب قاسمخانی، زوج هنری سینما و تلویزیون که البته تا کنون به صورت رسمی هم تایید نشد، این روزها دوباره در شبکه‌های اجتماعی دهان به دهان میشه. شقایق دهخان که این روزها همراه با دوست صمیمی خودش ملودی آرامنیا در کاشان به سر میبره، با انتشار یک استوری عاشقانه گمان زنی ها در مورد ازدواج مجدد خودش رو هم تقویت کرده. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما باخبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و روی زنگوله هم کلیک کنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.